محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور بررسی وضعیت امنیتی ولایت میدان وردک و همچنان فاتحه و ابراز غمشریکی با خانواده های قربانیان حادثه اخیر آن ولایت صبح امروز به ولایت میدان وردک سفر کرد. ابتدا رئیس جمهور غنی در جلسه امنیتی که در آن وزیر امور داخله لوی دریستیز وزارت دفاع ملی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی و مسئولین امنیتی آن ولایت نیز حضور داشتند، اوضاع عمومی امنیتی میدان وردک را مورد بررسی قرار داد و به خاطر بهبود وضعیت امنیتی آن ولایت به مسئولین مربوط هدایات لازم داد. بعدن رئیس جمهور کشور در محفلی که در آن بزرگان، متنفذین و اقشار مختلف مردم ولایت میدان وردک حضور داشتند، اشتراک کرد. در این محفل بزرگان، متنفذین و نمایندگان مردم ولایت میدان وردک در شورای ملی مشکلات محلیشان را در عرصه‌های مختلف مطرح کردند. رئیس جمهور پس از استماع خواستها و پیشنهادات آنان یک بار دیگر بر روان پاک شهدای حادثه اخیر آن ولایت اتحاف دعا کرد و به نمایندگی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از خانواده های شهدا و مردم به خاطر وقوع حادثه مذکور پوزش خواست. مقدا اخلاقی جرأت باید ولرو چه وقتی چه اشتباه کیگی و نوایو چه مننه وایو چه بخنه او ټول په یو آواز د شهیدانو له کورنۍ نه بښنه وغواړو، له میدان وردک د ولس نه بښنه وغواړو. قانون به تطبیقوو او قانون تطبیقیږي. تاسې ما ته مسؤول نه یې، زه او ټول چارواکي تاسې ته مسؤول. نو هغه شی چې په هغه کې غواړئ په سترګو، اما دا موقعیت راکوي چې موږ صحرایي محاکمې ته لاړ نسو، موږ اصولی اقدامات کن. رئیس جمهور از صبر و حوصله‌مندی مردم ولایت میدان وردک و از این که آنان گفتند که میان مغرضین و اردوی ملی باید تفکیک وجود داشته باشد قدردانی کرد. رئیس جمهور گفت که در میدان جنگ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را هیچ کس شکست داده نمی تواند. د جنگ په میدان که د افغانستان امنیتی و دفاعی قوات چاماتا ندور کرده. نن غواړی چې د تفرقه نظر نه ماته ورکي، اما د تاسې د خادم، د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته ووایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو، دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو. محمد اشرف غنی گفت که وظیفه اصلی من در سال جاری حراست از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور بود. ما اول اساسی وظیفه سکال داوه چه در افغانستان آزادی، استقلال، ارضی، تمامیت دوست ده دخمنان و طول اراده داوه چه افغانستان پا دو سیاسی جغرافی رو بدل کرد. ایره اجازه ندادیم و تا ابد اجازه نخواد دادیم. رئیس جمهور با اشاره به پلانهای دولت به خاطر بهبود وضعیت امنیتی کشور و خصوص ولایت میدان وردک گفت که به نهادهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده است تا پلان امنیتی 5 ماه آینده را آماده سازند. رئیس جمهور غنی از بزرگان ولایت میدان وردک خواست که آنها نیز پلان مردمی را برای تامین امنیت و ثبات مناطقشان ترتیب نموده با دولت شریک سازند، زیرا بدون سهمگیری مردم امنیت تامین نمی‌گردد. رئیس جمهور در رابطه با پلانهای دولت به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی مردم گفت که سال آینده در کشور سال آب و زمین خواهد بود و هدف ما این است که کشور را در عرصه تولید گندم به خودکفایی برسانیم. همچنان رئیس جمهور غنی گفت که دولت بالای آب و زمین به طور بنیادی کار کرده است و تا چند ماه آینده تفصیلات بیشتر را در زمینه احداث بندهای آب خدمت مردم افغانستان ارائه خواهد کرد.